رفقای جانم همراهان عزیزم سلام و درود احوال شما امیدوارم هر جای این دنیا که هستید اول همه تنتون سلامت لبا خندون دلتون پر از عشق و محبت جیبا پر از پول و زندگی همیشه بر وفق مراد هممون بگذره با یه خوشمزه از کشور خودمون اومدم خدمتون امیدوارم که نحوه درست کردنم رو بپسندید و اگر کم کاسی داشت اول به بزرگی خودتون ببخشید و بعد برام در قسمت کامنت ها بنویسید که اصلاح و تکمیل کنم مرسی 650 گرم لوبیا سبز تهیه کردم تمیز شسته و سر و تهشون رو میزنم و دروش دروش خورد میکنم به نظر من این مدل لوبیا برای درست کردن لوبیا پلو خیلی بهتره یه مقدار توپل و توپر هستن و تا پایان کار هم ظاهر خودشون رو حفظ میکنن اینجا این مدل لوبیا پیدا کردن یه مقدار سخته بیشتر لوبیاهایی که پهن هستن و یه مقدار هم میشه گفتش انگار درشت و پیرن اونا زیاده ولی هر وقت از اینو به چشم بخوره حتما سعی میکنم تهیه کنم این هایی که یه مقدار بیجون جون هست این قسمت ها رو قبلا خدمت یه مزه آموزش دادم و منظر اقوام همسرم بودیم اونجا درست کردن من فیلم گرفتم سالهای پیش یه مقدار تفت داده بعد آب اضافه کرده نرم بپزن خنک شدن با ماست و سیر و یه مقدار سبزیجات یه مزه خیلی عالی میشه بسیار خوب لوبیاهای های خرد شده رو به داخل آب جوش انتقال دادم فقط برای 5 6 دقیقه جوش بخورن چون در ادامه هم قراره در مای گوشت این لوبیاها ها بپزه بعدم بره لایه برنج در این مرحله اصلا نمیخوایم که لوبیاها ها نرم بشن پس به این نکته دقت کنید بعد از گذشته زمان مورد نظر لوبیاهای جوش خورده رو به داخل آب خونک من یه چند تا تیکه هم یخ انداختم که خوب خونک باشه آب و شک بهش وارد کردم و بلانچ میکنم و بلا هم از داخل آب خونک خارج کرده و داخل آبکش انتقال میدم که آب لوبیاها بره لوبیاهایی که یه مقدار کم حجم تر بودن رو یه مقدار پیش خدمتون نشون دادم که اونا رو جدا کردم چون اونا داخلشون توپر نیست و سریعتر میپزه حین کار هم در هم زدن بیشتر ممکنه ظاهر خودشون رو زودتر از دست بدند و سریعتر بپزن من جدا می کنم که یه کار شیکتری داشته باشم بسیار خوب لوبیاها رو بعد از اینکه یه شوک آب سرد دادم و گذاشتم آب لوبیاها رفت داخل مقدار کمی روغن اونها رو تفت میدم برای حدودا 6 تا 7 دقیقه اینا خودشون رو یه مقدار جمع کنن و همچنین این هم باز کمک میکنه هم لوبیاهای ما خوش عطر بشه ظاهر خودشون رو بهتر حفظ کنن و رنگ سبزشون رو هم خوبتر حفظ کنن امیدوارم موارد رو درست بگم چون من اینطوری یاد گرفتم سپس لوبیا ها رو به یک ظرف انتقال میدم از اونجایی که تابم یه مقدار به نسبت لوبیا ها کوچیک بود طی دو مرحله اونها رو در دو بخش من تفت دادم که رو هم رو هم نیاد و به هم سنگینی نکنه لوبیا ها رو کنار میذارم که خنک بشن بعد میرم مایه گوشت رو آماده میکنم یعنی نه بعد ها داغ باشه به مایه گوشت اضافه نکنیم که لوبیا نترکن سه عدد پیاز متوسط که تقریبا یه مقدار میتونم بگم رو به درش بود ریز خورد کرده و داخل مقدار کمی روغن تفت میدم چون نمیخوام دیگه خیلی غذا چرب بشه چ... گوش شخ کردم هم چربی داره روغن زیاد اضافه نکردم در به زفر رو میذارم که پیاز ها آب بندازه و به این شکل نرم بشن و بعدم تفت بخورن ویدوهای چند سال قبل رو اگر تماشا کنید گفتم بیایم آب اضافه کنیم اه, که روغن کمتری برای سرخ کردن پیاز استفاده بشه اما اینجا میگم در به ظرف رو بذاریم که پیاز خودش آب بندازه و با آب پیاز پیازها نرم بشن حدود یه ده دقیقه زمان میبره و بعد از اینکه پیازها نرم شدند و آب پیازها کشیده شد که در رو نمیذاریم و زمان میدیم که پیاز تفت بخوره و رنگش برگرده خیلی هم نمیخواد سرخ کنیم در همین مقدار کافیه و میتونیم گوشت رو اضافه کنیم مقدار گوشت رو به خودتون میسپارم اما برای داشتن یک لوبیا مجلسی مخصوصا اون لوبیا که در شهر تهران خیابان متحری و قسمت آرژانتین رستوران هایی هستش که غذاهای مجلسی خونگی به فروش میرسونه اونها معادل مثلا مقدار لوبیا همون مقدار هم گوشت استفاده میکنن درسته که خب یه پرسش رو خیلی گرون میفروشن ولی خواستم خدمتتون بگم برای داشتن یک لوبیا پلو پرملات معادل لوبیا میگن باید گوشت چرخ کرده استفاده بشه یه با خودتون من حتی یه مقدار کمترم استفاده کردم 550 600 گرم حدودا گوشت چرخ کرده استفاده کردم و یه تفت مختصر دادم و بعد ادویه ها رو اضافه میکنم و اینجا هم یه مقدار جوز هندی اضافه میکنم در ادامه هم یه مقدار برای لوبیا ها جوز هندی استفاده میکنم که بوی گوشت و لوبیا یه مقدار سبکتر بشه ادویه ها و مقدارشون رو دقیق زیر ویدیو براتون یادداشت میذارم یه تفته مختصر میدم خامی ادویه ها رو میگیرم گوشت ها رو نمیخواد خیلی خوش کنیم همین که از هم باز بشه و تغییر رنگ بده کافی هستش بعد از اضافه کردن ادویه ها وسط تابر رو خالی کرده و رب اضافه می کنم باز مقدار رب رو به خودتون می سپرم. من یه قاشق رب خونگی استفاده کردم سه قاشق رب کارخونه ای رب کارخونه به نسبت رب های خونگی خب یه مقدار غلظتشون کمتره اگر رب خونگی استفاده میکنید لطفا خودتون تنظیم کنید اینجا حتی من دیدم خیلی خوب کاور نداده یه قاشق دیگه رب خونگی اضافه کردم و باید یه رنگ قشنگ خوب سرخی داشته باشه که پلا هم خوش رنگ بشه به این شکل من دیگه خیالم راحت میشه که کاملا رنگ مورد نظر رو خواهم داشت میگم مقدار رب رو خودتون باید تنظیم کنید خیالتونم راحت تم رب در این دستور که من درست کردم اصلا قالب نبود خوبم تفتش دادم و خامیش رو گرفتم و رب خوب به رنگ افتاد و در مرحله بعد لوبیاهایی که آماده کرده بودیم رو اضافه می کنم لوبیاها کامل دیگه خنک هستش داغ داغ اضافه نمی کنم که لوبیاها نتره که و ظاهر خودشون رو حفظ کنن به آرامی هم می زنم و مخلوط می کنم به به عجب ترکیب رنگی شد یه مقدار هل آسیاب کرده و اضافه میکنم اگر عرق هل دارید به اندازه یه قاشق غذاخوری سرخالی میتونید اینجا اضافه کنید بسیار معطرش میکنه و در گرفتن بوی لوبیا هم خیلی کمک میکنه و زعفران دم شده قلیز به اندازه دو قاشق غذاخوری در این مرحله اضافه میکنم فوقلاده هستش این مرحله رو حذف نکنید با روب یه ترکیب رنگ و طعم فوقلاده عالی میشه و حتی وقتی که این مایه گوشت من روغن میندازه روغن روش رو میگیرم که هم غذا خیلی چرب نشه و هم لابلای برنج همراه با زعفرون یه چند قاشقی میدم خیلی روی رنگ لوبیا پلوم تاثیر میذاره بسیار خوب در ادامه یک و نیم لیوان دستدار آب جوش اضافه کردم یه همه مختصر شعله رو خیلی کم می کنم دقیقه نیم ساعت زمان میدم یه مقدار لوبیاها نیم پز بشه و آب تابه کشیده بشه روغنی که روی سطح کار جمع شده بود رو مقدار زیادیش رو گرفتم چون گوشت خیلی چربی داشتش با اینکه من سعی کرده دادم روغن زیادی برای درست کردن مای گوشت استفاده نکنم اما خب گوشت یه مقدار روغن انداخت برای دستورهای دیگه هم میشه استفاده کرد یه مقدار دیگه جزه هندی رنده میزنم در این مرحله که لوبه ها نیم پس شده میتونم نمک اضافه کنم به اندازه یه قاشق مرباخوری سرخالی نمک اضافه کردم نمک رو لطفا خودتون تنظیم کنید. من یه مقدار خیلی خیلی کم و همچین میگن بفهمی نفهمی میذارم به شوری بزنه که میره لای برنج برنج من کم نمک نشه و حسابی خوشمزه باشه. کنار میذارم مایه خنک بشه. سه پیمانه برنج ما اینجا به برنج باسماتی دسترسی داریم البته خب نوع برنج های باسماتی هم با هم فرق داره من برند درو ترک کرده تهیه کرده بودم به نسبت برند های دیگه خیلی سریع هم میپزه هم خورد میشه خیلی پختنش داستان داره به خاطر همین من یک رو بیشتر خیس نمیدم برنج های دیگه که تهیه میکنم 45 دقیقه تا یک ساعت هم میتونم بذارم خیس بخوره این رو نه تمیز شستن داخل آب کشی گذاشتم برای یک رو با مقدار فراوان نمک خیس بخوره چرا انقدر نمک زیاد زدم چون خیلی سریع این مدل برنجی که من تهیه کردم خرد میشه یه مقدار هم آبی که روی اجاق دارم رو نمک میزنم چون آب برنج رو دور میریزم و ثبت میکنم که آب کامل جوش بیاد بعد از به جوش اومدن آب برنج رو اضافه میکنم درب رو من دیگه نمیذارم برای نوع برنجی که انتخاب کردی زمان جوشاندن متفاوت هستش بعضا 3، 5 حتی تا 11 دقیقه ممکنه زمان ببره فقط باید یه مقدار زنده تر برداریم چون مایه گوش قراره لای برنج بره برنج شفته نشه و برنج دون و مجلسی داشته باشیم این برنج که من الان استفاده کردم سه چهار دقیقه جوش خوردن براش کافی بود برند های دیگه از برنج باسماتی رو تهیه می کنم بعضا هفت تا ده دقیقه لازم هستش که جوش بخورن باید بین دو تا انگشت فشار بدید برنج رو له نشه فقط یه مقدار کمی نرم شده باشه کافی هستش و بعد آبکش کنیم دوستان لطفا این مرحله جوشاندن رو خودتون تنظیم کنید که مطمئنم از من کارتون حرفه ای تره آبکش کردم ته قابلمه رو هم یه آب خنک گرفتم و بقیه برنجایی که ته قابلمه بود رو هم به آبکش انتقال دادم و سریع هم از روی اون آب جوش زیرش آبکش رو بر میدارم یه دور خیلی سبکی زیر آب خنک میگیرم که داغیش بره قابلمه رو تمیز شستم قابلمه رو چرب میکنم همه قسمت ها. حتی یه مقدار هم دیواره ها رو چرب می کنم کمی نمک می زنم که سیب زمینی نچسبه و یه مقدار هم طعم دار بپزه و یه مقدار هم کنجد می ریزم که سیب زمینی ته پلو این قاطی پلوی من کنجدی باشه شما هر طور که دوست دارید می تونید ساده هم در نظر بگیرید می نون هم بذارید سپس سیب زمینی ها رو چیدم و خیلی کم نمک پاش میکنم از اونجایی که اینجا اطرافیان من خیلی برنج تحتیکی سفت نمیخورن سعی میکنم همه قسمت ها رو با سیب زمینی بپوشونم چون اینجا یا عادت ندارم و سپس برنج آبکش شده که خنک هم هست ته قابلمه شروع میکنم بریختم روی سیب زمینی رو یه مقدار خیلی کمی نمک زدم که تعمدار باشه ها فراموشتون نشه لایه لایه کار کنیم برنج، مایع گوشت، یه مقدار دارچین، یه مقدار ترکیب هل و گل سرخی که آسیاب کردم و زعفران. ردیف های اول این پایین رو که دارم میچینم هم زعفران کمتر و هم مایع گوشت کمتر در نظر میگیرم. و یکی دو قاشق هم از روغنی که از روی مایه گوشت برداشته بودم در نظر میگیرم و اینجا روی کار میدم. دوستان گلم قبلا هم خدمتون گفتم برای اینکه زیر کار کاملا دون و برشته در بیاد مثل روی کار ما یعنی ته قابل ممون برنجمون شفته نشه خدمتون گفتم بیشتر مای گوشت رو برای طبقات آخر برای سطح کارمون در نظر بگیریم اینجا مقدار فراوان برنج و یه مقدار مای گوشت داریم و یه مقدار هم زعفران کمتر به نسبت روی کار و بیشتر مای گوش رو برای روی کار در نظر می گیرم هم برنج ما زیر شفته نمیشه و هم اون رطوبتی که از بیشتر مایع گوشت روی کار اومده پلوی ما رو نرم و لطیف میکنه و خشک نیست و تو گلو گیر نمیکنه امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم در تصویر هم دارم خدمتون نشون میدم که حجم زیادی برنج رو دارم اما مایه گوشت کمتری در نظر میگیرم و بیشتر مایه گوشت رو برای طبقه آخر برای روی کار در نظر میگیرم که رطوبت خودش رو به کل برنج ها بده و برنج ما حسابی خوب نرم و لطیف باشه مقدار زعفران رو به خودتون میسپارم اما زیاد نیستش هر طبقه تقریبا یه قاشق میدم که تلخش هم نکنه و یه مقدار دارشین و یه مقدار ترکیب هل و گل سرخ آسیاب شده مقدار دارچین و ترکیب پودر هل و گل سرخ آسیاب شده همین یه مقدار کمی که حالت نمک پاش میدم کافی دوستان بسیار معطر میشه این پلو فوق العاده هستش زیادش لازم نیست که سنگین و یا تلخ نشه و ملاحظه کنید بیشتر سعی میکنم در مرکز قابلمه کار کنم چون ردیف به ردیف که میان بالا برنج خودش پخش میشه و ملاحظه بفرمایید بخش زیادی از مای گوش رو دارم روی کار میدم به همون دلیلی که خدمتون گفتم هم زیر کارم شفته نشه و هم کل پولوی من بسیار لطیف بپزه و یه مقدار مجدد زعفران و اون روغنی که روی مای گوش داشتیم اونم واقعا معجزه میکنه و بسیار ترکیب رنگ خوبی میشه با زعفران و ردیف آخر رو هم برنجش رو میریزم فقط چون این برنج هم خشک نشه و رنگی در بیاد دوباره یه مقدار زعفران به این برنج قسمت آخر هم اضافه میکنم خیلی مشتاق هستم بدونم شما عزیزان لوبیا پلوتون رو چطور درست میکنید بعضی میذارن یه مقدار برنج سفید باقی بمونه و دو رنگ درست میکنن من کامل هم میزنم که همگی یک دست کامل سرخ و خوشرنگ بشه و در آخر به سبک مامانامون و مادر بزرگامون با ته کفگی یه چند تا سوراخ ایجاد کنیم خیلی ملایم این کار را انجام بدیم که ظاهر کار حفظ بشه به این شکل بخار بیرون میاد و به کل دستور میره و همچنین برنج دونتری هم خواهیم داشت دم کنی گذاشتم و روی بزرگترین شعله اجاق با حرارت متوسط رو به بالا برای یک روب و سپس بعد از گذشت زمان یک روب حرارت رو کم کردم و گذاشتم با حرارت کم خوب دم بکشه کل زمان پخت 45 دقیقه تا یک ساعت نهایتا و ملاحظه بفرمایید چه نتیجه فوق العاده عالی جای همتون خالی خیلی راحت نمیتونم با این کفگیر آهنی هم بزنم نمیخوام به قابلمه آسیب برسه و خب زیر قابلمه پهن و گشاد نیست و اون قسمت یه مقدار تنگتر هستش میخوام به تحتی که هم آسیب نرسه به داخل سینی انتقال میدم و در داخل سینی بهتر و بیشتر میتونم مواد رو با هم خوب مخلوط کنم و هم بزنم ولی با خیلی سرعت عملمون بالا باشه که غذا یخ نکنه هرچند که خیلی خیلی داغ هستش شما فقط ترکیب رنگ ها رو ملاحظه کنید تازه من یه همش بزنم خیلی بهتر با هم مخلوط بشه چربیش اندازه هستش نرمی و رطوبت این دستور بسیار فوق العاده عالی هستش اینم که سیب هایی که گذاشته بودیم به عنوان تهدید که <تحق> همه شما عزیزان با این دستور خیلی خوب آشنا هستید فکر کنم لازم نباشه که از ترکیب طعم ها رنگ ها و مزه ها در این غذا براتون صحبت کنم و این ظرف خاطرتون هست سال 2021 که به ایران رفته بودم منزل برادرم لوبیا پولو درست کردیم با زندادشم براتون ویدیو گرفتم قبلا داخل کانال ارائه شده لینکش رو زیر ویدیو میذارم یکی از ظرف هاشون رو ایشون به من دادن چند نسله این ظرف مسی برای چند نسل قبله و یکیشون رو لطف کردن هدیه به من دادن دوستان مخصوصا عزیزانی که تازه وارد هستن تازه عروس هستن تجربه کمتری دارن من میتونم بگم یکی از بهترین دستورهای لوبیاپلوهای مجلسی همین اینه اینطوری درست کنید باور کنید انقدر عالی میشه انقدر همه چی هماهنگه و بسیار خوشمزه هست هر یه قاشقی که نوش جان کنید هم خودتون هم عزیزانتون خیلی لذت میبرید و خیلی استقبال میشه و بارها ازتون تشکر میکنن این آموزش قبلا هم ارائه شده سالهای قبل چند نفر از شما عزیزان رفتید درست کردید و اومدید کامنت گذاشتید زیر اون آموزش که چقدر راضی بودید و دیگه همیشگیتون شده خوشحالم میتونم یکی از دستورهای خودمون رو خیلی عالی خدمتون ارائه بدم من از این دستور خیلی خیالم راحته خیلی خودم دوستش دارم همیشه هم راضی هستم همسرم هم خیلی میپسندم و یکی از غذاهای ایرانی هستش که ایشون هم خیلی دوست داره اصلا میگه وقتی عطر این غذا داخل منزل میپیچه یه آرامش خاصی همراه خودش داره امیدوارم شما عزیزان هم در اولین فرصت بتونید درست کنید مخصوصا که الان که فصلش هستش و لوبیا فراوان موجود هست درست کنید و همراه عزیزانتون لذت ببرید دوستی گفته بودن؟ برنجی که استفاده میکنن خیلی حساسه هر کاری میکنن برنج زیر کارشون شفته میشه اون یه پیمانه زیر کار رو جدا بپذید کمتر جوشش بدید و زودتر آبکشش کشش کنید و بعد برای زیر کار استفاده کنید امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه ممنونم که تا اینجا همراهی کردید و سپاس که حمایت میکنید دوستتون دارم خدا نگهداره هممون